همکار هم عملی شیرازی اینجا در استودیو همراه ماست و بیشتر به همین موضوع پردازیم. ولی بیشتر از بیانی گنجش که درنده ما بگو چه نکات مهمی می داریم بیانیه بوده در این بیانیه در واقع سه نکته مهم وجود داشت مهمترین نکتهش همینه که تو تو خبر گفتی گفتن در پاسخ به تعرضات جمهوری اسلامی در منطقه در واقع این جایگاه ها حک شدن منظور از تعرضات در واقع با توجه به اینکه تایمز اسرائیل سراحتا اعلام کرده که این گروه مرتبط با اسرائیل هستش در واقع به نوعی پاسخ به جمهوری اسلامی در رابطه با گروه های نیابتی یعنی موشک پرانی های حزب الله لبنان به اسرائیل یا حوثی ها که کشتی های تجاری رو به خصوص کشتی هایی که آزم اسرائیل هستن رو در خلیج عدن هدف قرار میده در این رابطه گفتن که این پاسخیه به جمهوری اسلامی نکته دوم اینه که گفتن که اگر این تعرضات ادامه داشته باشه حملات اونها هم ادامه خواهد داشت حملات هکریشون سوال اینجاست که آیا توانایی این توانایی هک کردن سایر قسمت های جمهوری اسلامی را هم دارن یا نه پاسخ بله هست چون قبلا هم همین گروه در سال 98 جایگاه های بنزین را از کار انداخته بود بعد از اون شرکت راه آهن را حک کرد و اون را از کار انداخت شرکت های فولاد خوزستان فولاد مبارکه اصفهان فولاد هرمزگان را حک کرد بنابراین از سال 98 تا حالا داره این کار رو میکنه و جمهوری اسلامی نتونسته جلوی فعالیت های این گروه رو بگیره بنابراین اگر بخواد میتونه دوباره این کار رو انجام بده نکته سومی که در بیانیه وجود داره این که گفته ما توانایی از کارانداختن همه جایگاه های سوخت رو داشتیم اما یک مقداری رو باقی گذاشتیم اون هم به خاطر کارهای اورژانسی که احتمالا مردم بهش نیاز دارن نکته ای که در اینجا وجود داره اینه که تعرضات جمهوری اسلامی باعث میشه که در منطقه مردم در داخل کشور هزینه بدن یعنی وقتی جایگاه های سوخت از کار میفته اون کسانی که در سختی قرار میگیرن مردم هستن که برای تامین بنزین خودشون یا سایر در واقع مواد سوختی خودشون دچار مشکل میشه. بله خیلی کوتاه این در حالیه که جمهوری اسلامی میگه که هیچ نقشی در این تحولات اخیر منطقه نداشته. این رو چطور میشه توضیح داد؟ از یک طرف میگه نقشی نداشته، از طرف دیگه میبینیم حوثی ها مثلا کشتی ها رو میزنن در دریای سرخ. خب همه میدونن که حسیا بدون اجازه جمهوری اسلامی چنین کاری را نمیکنه. اسرائیل هم نشون داده که در مقابل هر کدوم از اقدامات جمهوری اسلامی پاسخ مناسب با همون حرکتش میده. بنابراین من فکر میکنم که این حمله هکری پاسخی به حمله به کشتی ها در دریای سوئز. متشکرم از توضیحات دلیل شیرازی اینجا در استودیو همراه ما بودیم